با درود به همه بینندگان تلویزیون ایران فردا و سپاس از شما که همچنان این پیامگیر ما رو سرشار از واژگان زیبا، انتقادها و درخواستهای خود میکنید. بسیار ممنونم. هفته پیش در سفر بودم و از راه دور از استودیو برنامه رو اجرا کردم. حالا باز اینجا هستم و در خدمت شما. قبل از اینکه به پیام ها بپردازیم چند نکته رو توضیح بدم. نازنینی طبیبی عزیزی از ایران زنگ زده بود از یکی از شهرهای شمال غربی و گفته بود شما شماره منو دارید پس میتونید زنگ بزنید. نه، شماره ها نمیفته، پیامگیر شماره ها رو حفظ نمیکنه. اگر علاقمندید من بهتون زنگ بزنم لطف کنید شماره تون رو بگذارید، مثل چند دوستی که شمارهشون رو گذاشته بودن، از جمله یک دوست جانباز 50% که دو شماره برای من گذاشته بود و من باهاش تماس گرفتم، و همینطور سرباز انقلاب که شمارهشو گذاشته بود، رزمنده بسیجی، باز ازش ممنونم، آقای اشتری از شمال کالیفرنیا که خواسته بودن آهنگی رو که پنجشنبه گذشته وسط برنامه من پخش شد براشون بگم اسمش چیه. دوست من، باور کن من اغلب اسما رو خودم نمیدونم، اما اگه میخوای دوباره بشنوی خیلی ساده است، مسلم میدونم در شمال کالیفرنیا اینترنت داری، یا به سایت تلویزیون ایران فردا مراجعه کن و اونجا بزن پنجره رو به خانه پدری، تمام تاریخ ها زیر هم میاد، یا برو رو سایت من nourizade.com، تمام برنامه روش هست و در نتیجه میتونی اون روز رو ببینی و آهنگی رو که دوست داری گوش بدی و پیدا کنی که اسمش چیه. سپاسگزارم ازتون. این تهیه کننده من رامین میگه آقا برنامه رو که شما خواستید یه برنامه زنده قرار ما اجرا کنیم که شما هم بتونید توش مشارکت کنید، یه قسمتش هم بگذارید برای اینکه خواست دل بینندگان رو انجام بدید. آهنگی دوست دارن، خاطره‌ای دوست دارن، مطلبی گوش چشم، این کارم خواهیم کرد. همه کارها برای اینکه شما راضی باشید. شما باورتون نمیشه در اوج خستگی 2-3 نصف شب دارم مینویسم یا خبری رو دارم تنظیم میکنم برای فردا صبح برنامه خبر، بعد آرش پیام‌ها رو میفرسته من گوش میدم و چقدر خستگی در میکنه، چقدر آرامش پیدا میکنم که ایران فردا بعد از 2 سال و 1 ماه تونسته در دل شما و در خانه های شما راه پیدا کنه. خیلی کار مشکلی، این همه رقابت هست، صحنه رقابت، بعد ما با بودجه محدود، امکاناتی محدود در برابر خب قولایی که مثل بی بی سی و صدای آمریکا و رادیو فردا و اینا اصلا هم قصد رقابت ندیم، چون من معتقدم لزومی به رقابت نیست، من و تو لزومی به رقابت نیست، اینه که تلویزیون خوب عرضه کنه، اندیشه، کانال یک و و و بسیار متاسفم که کانال یک چند وقتی سلام روی هاتبرد نیست، روی ستلایتی که در ایران مشاهدش کنن، امیدوارم به زودی بار دیگر برگرده و روی ستلایتی باشه که به خانه های شما بیاد، به ایران بیاد. هر چه تعداد بیشتر باشه به نظر من بهتره، گزینه ها رو زیادتر میکنه. البته من موافق نیستم که تلویزیون های خیلی پایین، سطح پایین، یعنی حالا اونا هم میتونن حرفشون بزنن، ولی مسلم الان دیگه سلیقه‌های شما چیزی فراتر رو میطلبه. در این حال خیلی خوشحالم که میبینم تلویزیون وصال حق، گاهی من تذکرات دوستانه ای رو که میدم در عمل تو برنامه‌هاشون رعایت میکنن و میدونم من خیلی اهتمام دارم، توجه دارم، برنامه‌هاشون رو دنبال میکنم. و اینکه آدم بیاد و یک روحانی دروغگو رو رسوا بکنه مثل اون دار و دسته قضاونه و ناصر ابوالمکارم شکرفروش، این خیلی خوبه، این برای اینکه کمک میکنه به تطهیر مذهب و آیین از دکانداران، از کسانی که دروغ میگوین، کسانی که خیلی جالب بود 2 تا ویدیو کلیپ از این رئیس دسته قضاونه پخش میکردن، در یکی میگفت اگر مثلا کسانی از اهل سنت به توسل اعتقاد نداشته باشن ملحدن، کافرن، بعد در بعدی میومد میگفت اگه من همچی حرفی رو زدم نامردم و اصلا من دین ندارم،
خیلی جالبه یه آدمی حرفی رو بزنه بعد زیرش بزنه. حالا در حال امیدوارم که همکاران ما نیز این نظر رو داشته باشن و باور کنن که هیچ لزومی نداره همدیگر رو بزنیم، تلاش کنیم برنامه بهتری ارائه بدیم و این بهترین کاریست که برای بیننده میتونیم انجام بدیم. چند تا توضیح کوچیک بدم. از روز دوشنبه، امیدوارم دیگه این دفعه قطعی باشه، ما به کل سیستم خبرمون عوض میشه. دو سال پوست من کنده شد، گوینده آوردم، ادیتور آوردم، نویسنده آوردم، پرهزینه ترین بخش برنامه خبر بود و متاسفانه اون نتیجه که من میخواستم نگرفت. حالا یه انقلابی تو خبر ایجاد کردیم که از دوشنبه شما میبینید. نظرتون رو به من بگید، آیا شکل خبر رو در این فرمت جدید میپسندید؟ آمیزه ای از خبر و مطبوعات و بعد گزارش های خبری، بعد از اونم که خب در واقع تقویم تاریخ و یک شکلی من عوض کردم اینا. امیدوارم مورد توجه شما قرار بگیره. میریم و گوش میدیم به پیام های شما. من یکی از دوستان علیرضا نازنین هستم. امیدوارم که همچنان موفق باشه. برنامه های خوب داره، ولی بیش از هر چیز من از درون بیمارستان بستری هستم، پیام براش میفرستم. بیش از بیش باید مواظب سلامتی خودش باشه، چون حیف اوست که این همه تلاش میکنه و دیگران قدرش نمیدونن. براش بهترین ها رو آرزو میکنم. اسم من مهدی است، از دوستان همیشه یو هستم و براش بار دیگه سلامتی آرزو میکنم. مهدی خان بابای تهرانی عزیزم، در برابر سر خم میکنم. معلم من، از او بسیار آموختم، برادر بزرگتر من، راهنمای من، مشوق من. هرچه از مهدی خان بابا بگویم کم است. شما فروتنی رو فقط در نظر بگیرید. مهدی تلفن رو بر میداره، یه لحظه من رو داره میبینه، خستم، از سفر اومدم لابد، میبینه این چشما سنگین، نخوابیده. من هنوز یک هفته است نخوابیدم و خودم گاهی اوقات میبینم چقدر خستگی در چهره من است یا در چشمانم. رفتم به امریکا، لس آنجلس، 8 ساعت تغییر ساعت، 11 ساعت پرواز، 4 روز اونجا بودم، رفتم 6-7 ساعت پرواز، 6 ساعت نیویورک. تو اون سرما 4-5 روز اونجا، باز با 5 ساعت اختلاف با لندن و 3 ساعت اختلاف با لس آنجلس. بعد 7 ساعت پرواز برگشتم لندن، چمدونم گذاشتم تو خونه، اومدم توی تلویزیون و برنامه اجرا کردم. شما خودتون میتونید تصور کنید. حداقل من 48 ساعت استراحت احتیاج داشتم و جت لگ با من بود. منت سرتون نمیذارم، عاشق این کارم، عشق منه. بنابراین مهدی انقدر نازنینه، میبینه برادر کوچکش رو نگاه میکنه، خسته است، نگران میشه، خودش تفلکی ناراحتی داره، بیمارستانه، زنگ میزنه. من نمیدونم مهدی عزیزم با چه زبانی از تو سپاس گویم. همیشه در طول زندگیم یار عزیز من بودی، راهنمای من بودی و بسیار ازت آموختم. باز هم درود میفرستم به مهدی خان بابای تهرانی، دلاور مرد عرصه نبرد با استبداد. تلفن بعدی. با تشکر از تلویزیون شما و برنامه خوبتون. من که شنوندگان عزیز از ایران تلویزیون شما هستم، میخواستم خواهش کنم برنامه عرصه مطبوعات رو که این دوست تمیز و خوشگل و قشنگ ما آقای ماشاءالله و عباس‌زاده ایران میکنه، متنش رو دقت بفرمایید، مرتب از افعال ماضی بعید استفاده می شود. مثلا همین دیشب چند مورد رو خدمت رو عرض می کنم. میگوید رسالت خبر داده بود، رسالتی که همین امروز منتشر شده، کیهان به این موضوع اختصاص داده بود، این عناوین را برگزیده بودند، روزنامه قانون نوشت، روزنامه کیهان پیس زده بود، به این مطلب می پرداخت، فلانی اصلاح پذیر دانسته بود، آقای ایکس معتقد بودند،
امروز روزنامه ها می نوشتند. دقیقا توجه کنید، دوستان خوبی مثل آقای عدلیه میرزاده، آقای فلیس آموزکار، آقای منگودی، آقای چرنگی، آقای حسین حجازی، همه عدیب استاد ادبیات، خواهش میکنم این رو اصلاح بفرمایید، کنترل بکنید. دوستان بسیاری به من این مطلب رو تأیید کردن که من عرضم درست هست. خدا میدردتون باشه، موفق باشه. بسیار سپاسگزارم دوست عزیز، و مطمئنم همکار نازنینم ماشاءالله عباس‌زاده‌ام خوشحال از این اظهار نظر شما. ماشاءالله یه سبک ویژه خودشو داره، نوع نثرش یه نثر متمایز و متمیز و ویژه خودشه که آدم صداش هم نشنوه اونو ببینه میفهمه مال ماشاءالله. حالا او رو در نقش دیگری هم خواهید دید، فعالتر و پربارتر، و به نظر من او استحقاق این رو داره که مساحت بیشتری از تلویزیون به او داده بشه و من این کارو کردم. بنابراین او رو در هیئت تازه تری هم خواهید دید و من مطمئنم او نیز علاقمنده که بینندگانش رضایت کامل رو داشته باشن و مسلم اظهارات شما رو که برخواسته از یک ذهن تعلیم دیده و فارسیدانه است اون رو مد نظر خواهد داشت. بسیار ممنونم. هموطن بعدی، سلام آقای نوریزاده عزیز، که تمام خوبی های دنیا رو یک جا شما دارید، همه دوستتون دارن. من یک درخواست داشتم، البته این درخواست برای خودم نیست. آقای نوریزاده عزیز، من میخواستم خواهش کنم اگر براتون امکانش وجود داره، این صدای منو از رسانه های دیگه هم پخش کنید. درخواست من برای آقای محمد علی طاهریه. میخواستم از هموطنان عزیزم خواهش بکنم ایشون رو تنها نذارم. میدونیم که ایشون در زندان هستن و جانشون در خطره. و بعد از یک کمی هیجان زدم ببخشید، این که اگر خطری به ایشون پیش بیاد براشون، دیگه جای هیچ ایوای و آخ و ای کاش میدونستیم کارساز نیست. نذاریم داستان منصور حلاج تکرار بشه. همینطور از روحانیون عزیزی که ایشون رو میشناسن خواهش میکنم نگذارن کار از کار بگذاره. در پایان از آقای آیت الله خامنه‌ای رهبر بزرگمون تمنا دارم که همه چی به دست ایشونه بزرگواری بفرماین و آزادی دستور آزادی ایشونو بدن. از همه شما ممنونم، از برنامه خوبتون ممنونم، به امید آزادی استاد عشق و به امید آزادی همه زندانیان عقیدتی و سیاسی. من آرزو حتی زندانیان غیر عقیدتی و سیاسی، برای یه چک تو زندانه، آرزو کنیم اینا آزاد بشن. و به ویژه من این خطاب شما رو گذاشتم، حالا فردا باز یه داستان میگه آقا در تلویزیونشون یه خانمی اومد گفت رهبر بزرگ انقلاب. اشکال نداره، بانوی تقاضایی داشت از رهبر جمهوری اسلامی در رابطه با آقای طاهری که من میدونم ایشون هم مثل آیت الله کاظمین بروجردی یاران وفاداری داره که پیگیر وضعشن مکرر و مرتب. من با یکیشون مصاحبه کردم، بانوی که در امریکا بودن، و واقعا آرزو میکنم رژیم جمهوری اسلامی چه وحشتی داره، از کلام میترسه، از اینکه یک انسانی کانون عشق و محبت و دوست داشتن بشه وحشت داره، ترس داره. مگه آقای طاهری چی رو ترویج میکرد؟ یا آیت الله کاظمینی بروجردی و یا دیگران و دیگرانی که بی گناه به زندانه. من باورتون نمیشه هر بار تصویر مهندس عباس امیر انتظامون ببینم احساس شرم میکنم. 25 سال یک آزاد مرد رو توی زندان بگذارن و دست و پاشو به تخت بیمارستان زنجیر کنند. به یاد عبدالله مؤمنی که میفتم و تصویرشو میبینم بدنم میلرزه. چقدر ما به عبدالله بدهکاریم، چقدر به او بدهکاریم که چه بلاهایی سرش تو زندان آوردن. و همه نسرین ستوده رو میبینم، هر کدومشون رو که میبینم احساس میکنم که
ما ملت چرا اجازه میدیم بچه های نازنینمونو ببرن تو زندان و باشون این رفتار رو بکنه؟ اگر اعتقاد داریم خدا رو خوشاید که بنده او رو زیباترین خلقتش رو شکنجه کنی، آزار بدی، بیمارانی رو از نوع این بیماران امنیتی به جانشون بندازی، شما باورتون نمیشه من خود داستان سعید امامی رو فاش کردم. هیچ کس رو نمیشناخت، تصویرش هم ندیده بود. دو سه روز بعد از قطعی زنجیره من فاش کردم و شرح احوال سعید امامی و کارهاش رو از همه دقیق تر میدونم و حتی ارتباط های خصوصیش، ولی رفتاری که با همسر او کردن محکوم کردم و تا امروز محکوم میکنم که یک زن بیگناه رو بردن و اونجور فجیع و وحشیانه به جانش افتادن. پس آرزو کنیم روزی عدالت در معنای حقیقیش در کشور ما ظاهر بشه. ما عدالت رو نباید فقط در جنوب لبنان تقسیم کنیم، در زاهیه بیروت یا در غزه یا در کربلا و نجف. مردم سرزمین ما هم نیاز به عدالت داره. هموطن بعدی. سلام آقای نورزاده عزیز، حالتون خوبه؟ من از دوبه تماس میگیرم، بخواستم بگم یک دنیا تشکر از این برنامه های آموزنده و قشنگ و مرتب منظم و زیبا، همه همه همه، مخصوصا آهنگای عربی رو که میذارید با ما رو آشنا میکنید با خواننده هاش و فیلمای هالیوودی رو، اصلا همه همه قابل ستایشه. یک دنیا ممنون. ایشالا یه روزی بشید رئیس جمهور ایران. نمیدونم همه اعضای تلویزیونتون هم همون چه باید بشن اعضای کابینه، اگه زنده بودیم ببینیم عروس. قربون شما، ممنون، خدا نگهدار، موفق باشید همگیتون، خدا حافظ شما. سپاسگزارم هموطن گرامی من، این نفرین رو برای ما نکنید. آرزو کنید در کشور ما فضایی باشه که ما همین برنامه رو بتونیم اونجا ارائه بکنیم. چیزهای عجیب غریب ما نمیگیم، چیزهای عجیب غریب نمیخوایم. به قول هادی خورسندی، واقعا درمان ما یه چند قطره آزادیه و آرزوی من اینه که چنین فضایی در کشورمون باشه. ما نمیخوایم ریاست جمهوری بدیم، نمیخوایم وزیر بشیم، هیچ کدوم اینا. کانال ایران فردا رو اونجا پخش کنیم، اجرا کنیم، بعدم اون میزم و من توی روزنامه اطلاعات داشته باشم، برم تو روزنامه اطلاعات روز یه ستون مقاله بنویسم و بیام بیرون. این آرزوی من. هموطن بعدیمون. آقای من بانوی پنجره خانه پدری خیلی دوست دارم، من دلهای شخصی هستم و واقعا این چیزایی که برای ما تعریف میکنید و تا حالا جایی نشسته بودم. خیلی خوشحالم که چشم باز میکنید به همه اتفاقایی که افتاده. ممنونم و موفق. سپاسگزارم بانوی گرامی. هموطن بعدی. من به شما شنونده عزیز من، یک فرم بالاتنه پرسنل ارتش و ترنج میگن برای مدیده بفرمید. سه، دو، من دارم تجمع همافران دیدم و بدین خطا از درگاه خداوند طلب مغفرت دارم. سه، برپا کننده این تجمع طرفداران مجاهدین و چپی ها بودن و تعدادی مثل من مستقر. سه، تشکیل و تأسیس این رسته یعنی همافری به عقیده من کار سیاه بود برای چنین هدفی، چرا که همافر مثل شتر مرغ، نه مرغ بود و نه شتر، نه افسر بود و نه درجدار، و این مسئله باعث رنج بود. آخر سر تقاضا دارم از شما، من به عنوان یک کرد، آهنگ ای رفیقانی طریقت با صدای سید علی اصغر کردستانی رو از تلویزیون خودتون پخش بفرمایید برای همه شنونده هاتون، خصوصا کردهای عزیز. موفق و معید باشید. رفع قانی طریقت، صدای علی اصغر کردستانی. سپاسگزارم علی اصغر کردستانی عزیزم، ممنونم، توضیحاتی دادی که برای من بسیار جالب بود. من نیز اشاره کردم که اصولا این رده همافران رو درست کردن
که نه عنوان درجه دار داشتن و نه عنوان افسر، شاید نیاز به یک تکامل بیشتر داشت، باید بیشتر روش فکر میشد. هیچ اشکال نداشت، اینا هم افسر میشدن چون دوره میدیدن، دانشگاه میرفتن، دوره آموزشی در خارج میدیدن و این دلزدگی اینها ازش دلجویی میشد. کاملا حرف شما درست، ولی وقتی ستاره نگون شد دیگه کاری آدم نمیتونه. شما شنیدید روز جمعه در مصاحبه من با دکتر انواری گفت وقتی زنده یادان دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر و مرحوم کریم سنجابی نامه‌ای به پادشاه نوشتن، اون زمان ایران نجات پیدا میکرد اگر یه انتخابات آزاد انجام میشد. خب به تأخیر افتاد، همون کارو شاه کرد اما با تأخیر و به جایی نرسید. بله، من از تهیه کنندم میخوام اون آهنگ رو یادداشت کنن و در اولین فرصت تا پیداش کنیم پخش میکنیم. چشم، به روی چشمم. هموطن دیگرم، عرض سلام و درود دارم خدمت آقای دکتر نوریزاده. من کیاس هم از انگلیس تماس میگیرم. چند هفته پیشم باهاتون تماس گرفته بودم و خیلی خیلی خوشحال شدم که آخر همون هفته جواب سوالم رو بهم دادین. قبل از هر چیزی میخواستم یه نکته رو اشاره بکنم که شاید خیلی به چشم نیاد، بهش توجه نشه و این تلاش و پشتکاریه که شما دارین برای به دست آوردن این اطلاعات و این اندازه از دانش و دونستن مسائل مختلف که مطمئنن زمان خیلی خیلی زیاد و تلاش و پشتکار خیلی خیلی زیادی و احتیاج داره. از طرف دیگه هم رسوندن اون به مردم با تهیه این برنامه های خوب که اون خودش هم به تنهایی یه پشتکار عظیم میخواد. از اینکه این تو تلاش و پشتکار داریم برای ملت ایران خیلی خیلی سپاسگزارم و قدردانی میکنم. با اینکه میدونم با کمترین توقع چشم داشت که در خارج از کشور نه مقامی و نه پولی و نه چیزی، خیلی خیلی از زحماتتون متشکرم. میخواستم فقط بپرسم که این سوال همیشه واسه من بوده، چرا در زمان انقلاب 57 مردم عادی اومدن تو خیابونا انقلاب کردن، شعار دادن، امثال معلم، کارمند، کارگر، کسایی که احتساب کردن، برای چی، به خاطر چه چیزی ریختن تو خیابونا؟ چه چیزی بیشتر بوده از حال حاضر که هیچ کس هیچ اعتراضی نمی کنه، ولی اون موقع چه چیزی بدتر بوده که باعث اون اعتراضات شده؟ خیلی ممنون میشم اگه احتمالا حتما تو برنامه قبلیتون داریم موقع حرف زدین، شاید من نشیده باشم. خیلی ممنون میشم اگه دوباره به موضوع اشاره کوچیکم بکنین. بازم از تمام زحماتی که میگیشین خیلی خیلی متشکرم. امیدوارم همیشه موفق و پیروز باشین. خیلی ممنون، متشکرم. سپاسگزارم دوست عزیزم. بله در برنامه دیگه گفتم ولی خیلی سریع براتون میگم. ببینید، ایدئولوژی، ایمان، اعتقاد به یک مذهب یا یه حزب با یه اندیشه بسیار سلاح قوی است و در این حال محرک قوی هست. شما وقتی باور داری به یک راهی دنبالش میری، جانتو در راهش میدی. اون باور در اون زمان وجود داشت، بسیاری باور مذهبی داشتن و بر این باور بودن که آقای خمینی برحقه و اونا دارن راه حق رو دنبال میکنن. هنوز نمیدونستن اسلام سیاسی یعنی چی. باورشون نمیشد که یه آیت الله کارخانه کاندوم سازی داشته باشه، شکر بفروشه، مافیای شکر رو اداره کنه. براشون باور کرده یا اون یکی آیت الله کارخانه لاستیک داشته باشه، اینا رو نمیتونستن باور کنن، اصلا قابل قبول نبود. آخوندی که 5 تومن بهش میدادی روزه میخون، فردا بیاد بیلیونر بشه، اصلا قابل تصور نبود. یک عده از مردم این شعاری که خلاصه آقای خمینی در بیت زهرا هم بعد اومد تأکید کرد، نان و آب و برق مجانی و حق و نفتتون و صبح صبح در خونتون میدیم، یه عده دنبال این رفتن، یه عده رفتن. هیجان بود، بیکاری بود، تو خیابون میمدن جیغ میکشتن، داد میزدن، آشنا میشدن، رفیق میشدن، ساندویچ میخوردن. یه عده‌ای که روشنفکران جامعه بودن باز به دو بخش تقسیم می‌شدن.
یه عده توده‌ای ها و طرفدار خط انقلابی و رادیکال بودن، مجاهدین، فدایان، اینا به ایدئولوژی اعتقاد داشتن که معتقد بودن شاه نماینده امپریالیسمه، باید او رو برانداخت. هیچ کاری هم نداشتن که آها این کاری که کرده همه سوسیالیستیه. بعضی هاش هم ریشه خودشو زده، مثل اصلاحات ارضی. خیلی بامزه بود، داشتم میشیدم، این دوستی داشت توی برنامه میگفت که بله اصلاحات ارضی خیلی چیز بدی بود، این دیگه نوبر بود شنیدم. به هر حال و یه عده‌ای که روشنفکرای بودن یا نویسندگان یا شاعران، به هر حال گروه‌های مجموعه‌ای بودن، از شاه دل زده، دلگیر بودن. اون تصویر مصدق از پشت داره میره و شعر اخوان زیرش، دیدی دلا که یار نیامد، اسب آمد و سوار نیامد. من این تصویر رو میدم، پدرم وقتی میدید گریه میکرد. مردم حالت مصدق رو تو دادگاه از یاد نبردن. این افسردگی و دلازردگی راه منطقی فکر کردن رو بسته. آه خیلی خوب این اتفاق افتاده، ولی حالا که شاه مریضه، حالا که میخواد بره، حالا که میخواد اصلاحات بکنه، فرصت بهش بدیم و نذاریم آخوندا بیان. آقای حجاریان چند بار گفتن تئوریسین انقلاب و نظام میاد میگه رژیم شاه قابل اصلاح بود. هموطن بعدیم. سلام به مدیران و برنامه ریزان و همه کارمندان ایران فردا. من طبق معمول از سانفرانسیسکو شمال امریکا زنگ میزنم. فقط به منظورم این بود که از شما تشکر کنم، از آقای نوری‌زاده، از همه کارکنان اونجا که چقدر زحمت میکشین، چقدر برنامه هاتون خیلی خوب بود. به خصوص امروز یه برنامه پزشکی مال خانم خزائی بود که چقدر واضح و خوب بود. به هر صورت چجوری از شما باید تشکر کرد نمیدونم، و ممنون از همه زحمت هایی که میکشین. بازم متشکرم. سپاسگزارم. سرکار خانم خزائی از همکاران تازه پیوسته به ما هستن که من خودم از برنامهشون خیلی بهره میبرم و امیدوارم این سلسله برنامه ها بتونه به سوال های شما در عرصه روانشناسی، نیازهای روحی پاسخ بده و همیشه من استقبال میکنم از این گونه برنامه ها. ممنونم از لطف شما بانوی گرامی. هموطن بعدی. پس کردم خدمت جناب آقای نوری‌زاده. آقای نوری‌زاده خواهش میکنم اگر ممکنه در خصوص عدالت اجتماعی و محاکم دادگستری ها یک مقداری به مردم بیشتر فرصت بدید، برنامه بذارید، مردم درد دلاشون و مشکلاتشون رو با شما در میون بذارن، چون بعضی از محاکم بی نهایت دارن به محاضر میکنن. انشاءالله که موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون باشید. سپاسگزارم دوست عزیزم. چشم. اولا نکته ای رو بگم، ما یه برنامه تازه خواهیم داشت که الان داریم درستش میکنیم در سلسله برنامه جدیدی که یک به یک برای شما تا دو سه ماه آینده همش خواهد اومد. این برنامه محرمانه مستقیم نام داره و در اون ما اسرار و اسنادی رو فاش خواهیم کرد که تکان دهنده است، بعضا واقعا تکان دهنده است، از سوء استفاده ها، از دزدی ها، غارت بیت المال و پول های مملکت که هدر رفته و دستبندی ها و اون 8 سال سیاه حکومت احمدی نژاد و چه اتفاقاتی در این کشور افتاده. این برنامه به نظرم پاسخگوی صحبت شما خواهد بود. بسیار ممنونم. هموطن بعدی. من شما تنها برنامه جایی هستین که جواب تلفن ها رو میدین. یک دنیا ازتون ممنونم. فقط چیزی که میخواستم بگم اینه که اولا آقای این الف سخن هر نمیدونم درست دارم میگم اسمشون رو یا نه، فوق العاده برنامه هاش قشنگه، فوق العاده، مخصوصا برنامه که گذاشته بودن راجع به مجاهدین صحبت میکنن، چون جنایتی که اینا کردن آخونده هم نکردن. الان اگه اونا بخوام بیان، من مطمئنم مردم همین آخونده رو میگن بهتره، چون جنایتی که اونا کردن هیچ کس ایران ما رو اونا به باد رد دادن، اونا از بین بردن.
و همچنین میخوام از تمام کسانی که تو راه پیمایی راه رفتن و تو راه پیمایی بودن و باعث بدبختی ایران شدن، روزی هزار بار جلوی بچه هاشون زانو بزنن و از بچه هاشون معذرت بخوان. ممنونم بانوی گرامی، کاملا حرف درستی است. باید نسل ما، نسل پیش از ما و یه نسل خود بعد از ما، باید این پوزش رو با تمام حضور دل بخواد. و اینکه بعضیا رو میبینم هنوز میخوان توجیه کنن، برای من قابل قبول نیست. برای دستمالی قیصریه وطن رو نباید آتش زد و ما استاد آتش زدنیم در طول تاریخ. هرگز نباید چنین میکردیم و هرگز کسانی به قول احمد شاملو الف بامداد نازنین، هیچ کس به کشتن خود این چنین برنخواست که من به زندگی نشستم. هموطن بعدی، سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر علیرضا نوری‌زاده عزیز و گل و همه همکاران و دست‌اندرکاران برنامه شبکه جهانی ایران فردا. امیدوارم که همیشه شاد و تندرستیتون پایدار باشه. دکتر عزیزم، میخواستم یه تشکر بسیار ویژه و ویژه جهت این برنامه هزار فامیل از شما بکنم. آفرین به این قدرت سخنوری و این همه که این برنامه جالب بود، من واقعا لذت بردم. و این چنین چیزهایی که باید فقط از شما انتظار داشت. امیدوارم یه روز در ایران باشی و جهت روشن کردن مردم، جهت روشن کردن حقایق اینجا باشی و از وجود نازنینت لذت ببریم. دکتر عزیزم، من سعید هستم از خوزستان، از بسول تماس میگیرم. این پیامم فقط میذارم برای اینکه شما گوش کنید، نمیخوام حالا اگه دوست داشتین پخش بشم این تیکه رو میتونیم برداریم. ولی استاد، الان آب و هوای خوزستان بسیار وحشتناکه. الان که دارم حرف میزنم حتی نمیشه در تراس رو توی دستور باز کرد. چند روزی که اهواز واقعا حتی به گزارش خود شبکه های آخوندها 66 برابر حد مجاز این آلاینده های بسیار مضر هوا. من دو سه تا دکتر دارم که دوست دکتر دارم که باشون حرف می‌زدم، اینا حد مجاز هم برای مردم، مخصوصا اینایی که سنشون بالاتر، بسیار مضر رو براشون آسیب زیادی به بار میاره. ولی خب ممنونم سعید جان. این وضعیت، بله جان سعید عزیزم، چون شنیدم پیامت رو، اصل کار همین بود که گفتی. و البته سعید منو لهجهش منو برد عقب. کجا برد؟ مرحوم مدرس دسفولی روحانی بود که از پیروان مرحوم حاج شیخ حسن علی نخودکی مقدادی اصفهانی بود. بعد از درگذشتشون هم خب میمدن خدمت فرزندشون مرحوم علامه حاج شیخ علی مقدادی اصفهانی. مرحوم مدرس دسفولی بود و این قه رو که میگفت الان سعید منو برد به دوران کودکی و نوجوانی، وقتی مرحوم مدرس میومد و اون شعری رو که موقع قهوه کوبی در دسفول میخوندن میخوند با همین لحجه. هموطن بعدی من، سلام، بابک هستم از تهران تماس میگیرم. قبل من مزاحم شما شده بودم. اصلا خدمتون که آقای نوری‌زاده از جمعه هفته پیش برنامه های رو شروع کردند دهم بهمن تحت عنوان هزار فامیل در برنامه خودشون، برنامه هنگره ایزو به خانه پیوزی. ما واقعا با ابعاد این جزدانی که بر مملکت حاکمان آشنا شدیم و خیلی ممنون از روشنگری های ایشون، از اطلاعات ایشون، از بزرگواری های ایشون. امیدوارم که برای همیشه سلامت و تندرست و پایدار باشن. انشاءالله سرشون همیشه بلند بشه، 120 ساعت عمر کنن.
هستن هم دیگه جواب ایشون خیلی نیاز داره که بکی خداوند عمر جاودانه به ایشون بده. سپاسگزارم. خداوند از عمر من بکنه. خدا نکنه عزیزم عمر دراز باد. منم به هر حال مقدر هرچه باشه در اون حد عمر خواهم کرد، اینها لطفته که به من میگی، ولی امیدوارم آنچه از عمرم باقی است عمر مفیدی باشه و در خدمت هموطنانم. سعید جان اگر من پاسخی به مطالب شما ندادم، البته پر از تقدیر و تشکر بودم، ولی به خاطر این بود خودت بیان کردی مشکل رو و بنابراین ما هم تو برنامه مرتب راجع به این ریسک‌ها و هوای بد اینا صحبت کردیم و گفتیم که بی‌توجهی به محیط زیست، به آبهای ایران، به جنگل‌های ایران نتیجهش همینه که داریم مشاهده میکنیم. و هموطن بعدیم هم که اشاره کرد به برنامه همین شجره طیبه، در واقع از این نوع برنامه بیشتر خواهیم داشت. برنامه نقایصی هم داشت طبیعتاً، مثل هر برنامه‌ای من تلاش کردم در حد مقدورمون. شما میتونستی اگر در CNN بودی با اون امکانات یک چیز باشکوه درست کنی، چون اطلاعاتش بسیار مهم بود، ولی از نظر فرمت و درست کردن در حد امکاناتمون. اینا رو، این سادگی ها رو بر ما ببخشایید، به محتوا توجه فرمایید. سپاسگزارم. هموطن بعدی من. درود به همه رسانه‌کاران تلویزیون ایران فردا. تشکر میکنم از این که اجازه دادید که صدای بینندگان شنیده بشه و توجه میکنم. وقتا جناب نوری‌زاده تشکر میکنم از این که به نظر مخاطبینشون هم احترام بذارن و اون نظرات رو میشنون. سوال دقیق بنده اینه که آیا سرانجام داعش به نظر شما به تشکیل دولت اسلامی که مدعی هستن منجر خواهد شد؟ آیا بعد از اینکه چنین دولت تشکیل بشه تعامل کشور ایران تا به این چه جور میتونه باشه؟ کشوری که با ترور و خشونت بنا شده و کشورهایی که در این جریان کمک کردن دارن میکنن به شکلی این حکومت جنایتکار، به نظر شما اینها چه توجیهی دارن؟ مثلا اول که اینجوری حمایت کردن الان هم توش موندن، کشورهای غربی، کشورهای منطقه، کشورهایی که اما به خاطر بحثه چون وقت نداریم اصل صحبتتون رو بگم. مسلم بدونین داعش پیروز نخواهد شد، مطمئن باشید ترور پیروز نخواهد شد. ضمن اینکه داعش در یک جغرافیای معین، در یک کشور معین نیست. مثلا وقتی طالبان تو افغانستان بودن خیلی خطرناک بود، چون یک کشور در اختیارشون بود، کمان که جمهوری اسلامی در ایران کشور در اختیارشه، بنابراین میتونه به تروریستا کمک کنه، حماس رو پول بده، حزب الله رو پول بده، اسلحه بده، چون کشوری در اختیارش. ولی داعش اینجوری نیست. داعش یک گروه تروریستی است. هر چقدر هم بزرگ باشن بر اون غلبه خواهند کرد. و خب ترکیه، قطر، اینایی که به طور غیر مستقیم به خاطر مخالفت با سوریه در و وا کردن که هر کی بره تو، به هر حال مسئولیت دارن. ولی تقصیر اصلی با اونا نیست. تقصیر اصلی با ایجاد فضای ضدیت شیعه و سنی و مذهبی و این حرف هاست که باعث میشه داعش ها به وجود بیان. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. علیرضا نوری‌زاده، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. تا هفته آینده همین جا و همین ساعت. فردا